چاقی، آنچه از نگاه کارشناسان به عنوان یکی از مشکلات سلامت عمومی ایالات متحده آمریکا به شمار می‌رود. بیش از 35% بزرگسالان این کشور دچار چاقی و اضافه وزن هستند. بانوی اول آمریکا در ادامه فعالیت‌هایش در مبارزه با چاقی، روز سه‌شنبه با غذاهای سالم میزبان مهمانان خیش در کاخ سفید بود. رئیس جمهور آمریکا نیز ضمن تأکید بر ضرورت مصرف غذاهای سالم گفت: شما الگوی خوبی برای سراسر کشور می‌شوید، برای اینکه به روش سالمی تغذیه می‌کنید و در بیرون از خانه فعالیت‌های ورزشی انجام می‌دهید. به باور کارشناسان، آمریکا در آینده با معضل دیابت، فشار خون و بیماری‌های مزمن روبرو خواهد بود. افزون بر این، کودکان نیز خود را با الگوی تغذیه والدین انطباق می‌دهند و نرخ چاقی احتمالاً تا سال 2030 به 50% افزایش خواهد یافت. اگر کودکان را به عنوان بخشی از جمعیت کشور در نظر نگیریم، خطر چاقی کودکان به خطر روزافزون بیماری‌های مزمن از جمله دیابت و بیماری‌های قلبی اضافه می‌شود. بیماری‌هایی که شمارشان در کشور بالاست. افزون بر این، مسئله کوتاه‌تر شدن طول عمر را نیز نباید فراموش کرد. بر این باورم که این بیماری‌های مزمن که زودتر در زندگی آغاز می‌شود، شخص را نه تنها به استفاده درازمدت داروها و درمان پزشکی وامی دارد، بلکه عمر را نیز کوتاه می‌کند. چاقی با افزایش قیمت هزینه‌های درمان نیز همراه است. پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های پزشکی برای درمان بیماری‌های مرتبط با چاقی از 48 میلیارد دلار در سال به 66 میلیارد دلار افزایش یابد. همانطور که خبرنگار یورونیوز می‌گوید، کارشناسان زنگ خطر را به صدا درآوردند. نرخ چاقی در میان کودکان آمریکایی 3 برابر افزایش یافته و ممکن است به انفجار هزینه خدمات درمانی بیانجامد و آینده آمریکا را با خطر جدی روبرو کند. Stefan Grobe, Euronews, Washington.